سلام. سلام. مثلا اسم خودشون رو گذاشتن معلم که چی؟ ما آدم سازی. خجالت نمیکشن با روحیه بچه مردم اینجوری بازی میکنن. اومدم بهشون بگم اگه این پارتی بازی ها و نوریچش بازی ها رو کنار نذارن و بین دانش آموزا بخوان فرق بذارن، دخترم از اینجا میبرن. اینجا که اداره نیست بخوان پارتی بازی کنن. از من میشنوی شما هم همین کارو بکن. معلومه شما دل پر دردی دارین. بگید دل پر خون. منم مثل شما فکر میکردم تا اینکه فهمیدم گناه دختر رئیس انجمن اولیا و مربیان رو انداختن گردن دختر بیچاره من. اون وقت میگن توی مدارس تبعیض قائل نمیشن. جدی میفرمایید؟ بله آقا. اسمش پویاست. نمیدونم چطوری اومده رئیس انجمن شده. اون وقت تقاضا خلاف بچه‌شو ما باید پس بدیم. جالبه. عجب آدمی این آقای پویا. این کمال بی‌انصافیه. سلام. ببخشید معذرت میخوام. تقاضا میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی خیلی ببخشید. عذر میخوام. من از آقای پویا، ایشون رئیس انجمن اولیا مربیان هستن. خواهش کردم که تشریف بیارن اینجا، ما مشکلمون رو اینجا با هم حل بکنیم. البته بازم باید منتظر باشین خانم کوشکی، چون آقای سهرابی هم باید تشریف بیارن، چون هنوز نیومدن. خانم کوشکی؟ خانم کوشکی؟ بله. سلام آقای فتی. خیلی ممنونم. آقا من الان جایی هستم نمیتونم صحبت بکنم. حالا فقط شما در این حد بدونین که من پرونده رو فرستادم شعبه. خیلی ممنون، در تماس هستم با تو. خداحافظ. خداحافظ. خانم برای من خیلی عجیبه که چجوری دختر خانم شما به خودش اجازه میده به همین راحتی با آبرویسیت یه خانواده بازی کنه. البته من فکر میکنم که خانم کوشکی خودشون خیلی بهتر علت رفتار دخترشون رو بدونن. دختر من کمبودی نداره که بخواد این کارو بکنه. بعد من فکر میکنم کسی تحریک یا وادارش کرده. میدونید مرجان اونقدر مهربونه که نمیتونه به کسی نبگه. این چه جوابیه خانم؟ یعنی اگه فردا روزی یه کسی دختر خانم شما رو مجبور کنه که آدم بکشه، باید آدم بکشه؟ یه دفعه بگین دختر من قاتله دیگه. خانم کوشکی عزیز، بهتره به جای سرپوش گذاشتن رو اشتباه به این بزرگی دخترتون به فکر این راه چاره باشین که مرتکب اشتباه بعدی نشه. قبول دارم حرکت دختر خانم ایشون قابل اغماز و چشم‌پوشی نیست، اما بهتره شما اونو بذارید به حساب حال و هوای جوونی. آقای پویا، جالبه براتون بگم که پارسال یه پرونده‌ای به یکی از دوستان ما داده شد در مورد خودکشی یک دختر خانم 22 ساله. علت خودکشی این خانم این بود که از ایشون فیلم گرفته بودن و بلوتوث کرده بودن به همه. بعدا فهمیدیم که حتی فیلم هم نابحق بوده، یعنی واقعیت نداشته. من اشتباه ایشونو تایید نمی‌کنم، اما معتقدم که باید یه فرصت دیگه به اون بچه بدیم تا اشتباهشو جبران کنه. بله، منم با نظر آقای پویا موافقم. بفرمایید. دست درد نکنه. کاری نداری؟ نه قربونت. پس مراقبت خودت باش. چیزی نگی به ماما اینا ها. یعنی تو خود کارا کانالو چرا عوض کردی؟ سلام مامان، میدونی امروز چی شد؟ خدا رو شکر امتحان تو خوب دادی؟ نه. چی نه؟ نه نه یعنی آره، اون که هیچی، امتحانم که خوب شده، ولی معلوم شد که سوا بیگناهه. گفتم که این تفلکی نمیتونه کاری کرده باشه. دونین منم هرچی فکر میکردم پیش خودم گفتم خب چرا سوا؟ ولی اون بدجنس هم خوب فیلم بازی کرد. هیچ کس شکش نبود. منظورت کیه؟ ها؟ مرجان. همین مرجان کوشکی است. دختر پول داره، هر روز یه دونه موبایل عوض میکنه.
شماره این دختر رو داری به من بدی؟ شماره دختر مردم برای چی میخوای؟ خوام حالش رو بگیرم. لازم نکرده، قبلا بزرگترت باش برخورد کرده. برین دست روتون رو بشورین، غذا حاضر، الان باباتونم میرسه. سعید جان مادر اون تلفن رو بده. درسته که جی جی پرواز کرده روی رودخونه را. سلام خانم، چه خبر؟ خبر این که نهار آماده است. دست درد نکنه. من راستش با یکی از همکارا میخوام برم بازار خرید کنم. ببین محسن رو بفرستشت مغازه کرکره رو پایین نکشم. دیر برسم کشیده بالا دیگه بخر نیستم. خب چه کاریه؟ بیا خونه اول غذا تو بخور بعد برو. نه ببین الان خیابونا خلوته. فقط تو زحمت بکشین محسن رو بفرست بیاد اینجا. باشه میگم. خب آن یه چیزی، مهتاب اومده؟ آره اومده. اومده خیلی خوب. کاری باری؟ نه مراقب خودت باش. خداحافظ. خداحافظ. مهتاب هم اومده. خیالم ای تو برشی بده اجازه آمدی تو اتاق من؟ ریز میبینمت، برو بیرون. چون کوری. کور منم؟ کور توی و مرجان کوشکی، برو بیرون. نه میخوای چیکار کنی محسن؟ خب زنگ بزنم بهش. یعنی چی؟ بده من گوشی. دست تو بکش. محسن زشته، تو رو خدا. محسن مامان. محسن زشته، آبرون میره. محسن قطع کن. بده من گوشی. مامان چی شده؟ بیا چیزی به این محسن شیرینق بگو. درست حرف بزن ببینم چی میگی. هی شما بهش میگی ربطی نداره به تو، دخالت نکن. داره زنگ میزنه به این دختره مرجان. سر این نادون الان میام حالیش میکنم. مامان دیگه شورش رو در آورده. باشه باشه، هر چی شما بگی خانم کوشکی. بابا من یه بزرگتر نیستم. با این بنده حقی کاری ندارین. خیلی ممنون، خداحافظ شما. الو دفعه آخرت بشه به این خواهر من زنگ میزنی ها، روزگارتو سیاه میکنم. داری چه غلطی میکنی؟ داشتم فوشش میدادم. مگه من نگفتم که تو کاری که بهت ربطی نداره دخالت نکن؟ برای چی مزاحم خونه مردم میشی؟ ببین محسن، برای آخرین بار بهت میگم پا تو از گلیم درازتر نمی کنی. فهمیدی؟ پسر این نادون. نسرین تو چرا تا حالا نخوابیدی بابا؟ خوابم نمیاد. خب یکی از اون قرصایی رو که دکتر بهت داده بخور، خوابت میگیره. من که چیزیم نیست، برای چی قرص بخورم؟ اینجوری تو داری هم خودتو ناراحت میکنی هم منو برادرتو نگران میکنی. بابا اون روز شما با مامان دعوت شده بود؟ من نمیدونم. تو به این چیزا که فکر میکنی دنبال چی میگردی؟ که باز غیبت غیر موجه داری. خانم حواس اون پی نسرینه، نمیتونیم همینجوری ولش کنیم. قبل از فوت مادر نسرینم تو غیبت زیاد داشتی. خانم حالمون خوب نبود. گواهی پزشک آوردی؟ آدم هر موقع حالش بد میشه که دکتر نمیره خانم. بله ولی والدین باید اقلا تایید کنن.
والده. ببین بالاخره من از این مسئله به راحتی نمیگذرم. خب با اجازتون. بله. سهیل تو و دوستت خیلی واسه مراسم ختم زحمت کشیدیم. خیلی ممنون، ما هر کار کردیم واسه خاطر رفیقه بود. نمیبینمش از تو، کجاست نسرین؟ تو کلاس کس کردن نشسته با هیچکم حرف نمیزنه. اینجور موقعا دیگه نباید دوستش تنهاش بذارن، حواسه بهشون باشه. خب ما همه سعیمونو کردیم ولی اون اینجوری میخواد. من میدونم الان اون چه حالی داره، تو بهته. بالاخره یه جوری باید در بیاری از این وضعیت، نذاری اینجوری بمونه. چشم خواهد میتونم برم. با تو هم گریه نکن. فردا تو بخواهی بری کلاس کنکور داده شدم نمیتون. از کجا باید بریم؟ شب تا صبح بشین کار کن، هی کار کن. چشمات که اینکی شد، گردنت که درد، دستت که تیر میکشه. تو هزار دارم بیشتر کار مردم کمک خرج از جنبه باشه بتونیم یک کار بازد از داخل این صاف برده چیه؟ ها چقدر بهت بگم که نمیخواد بیر توی خونه کار کنیم؟ همش به خاطر این کار دیگه. مادر جان قلبم نیست، دستم حتی سر کنم گریه نکنم دوباره قلبم درد میگیره. ها نسرین جان پاشو بریم بیرون یه هوایی بخوریم. حوصله ندارم. آفتاب که به کلت بخوره حوصله‌ت هم میاد سر جاش. پاشو سنسارم بردار سهیلا. مامان جون من جوشو بودم این پولای خیاطی رو جمع کردم، خیاطی درست حسابی میزدم، یه تاتو میزنم سردش اینقدر در اینقدر دوزندگی هرگز شما هم یکم عدد داشته باشه نورمت نگه داری. اونم که همیشه که اینطوری نیست بحلا خلقش تنگه. بابا آقای پاکدل، مزاحمتون شدیم برای اینکه من و همکارام هممون نگران حال نسرین هستیم. دخترتون حالش خیلی بده. اینو که میدونم. خیلی بدتر از اونیه که شما میدونید. روزی نیست که معلماش نیان سراغ منو از حال بد نسرین نگن. همه اینایی که گفتید من میدونم. خب شما میگید که من چیکار کنم؟ پیشنهاد من به شما اینه که حتما نسرین رو پیش یه مشاور روانشناس ببرید. بفرمایید. خدمت شما. خودتو از پا بندازی؟ اشتها ندارم. طفلک روز به روز داره لاغرتر میشه، شده این اسکلت. برای اینه که هنوز با مرگ مادرش کنار نیومده.
واسه خاطر همینه که آزار میبینه. سحر خیلی نگرانشم، ترسم یه وقتی. خب شما چه جور روستایی هستین؟ خب کمکش کنین. کمک؟ انقدر به هم ریخته است که خودش هم یادش رفته و فکر میکنی دوستاشو میشناسه، چون باور داره که اگه همه عالم رو بگرده دیگه مثل اون پیدا نمیکنه. میدونی سبا، حکایت مادر مثل حکایت چراغیه که وقتی که هست همه جا رو میبینی، اما به محض این که میره همه جا تاریک میشه. نسرین هم از این تاریکی وحشت داره. آدم ها با نبودنه که به باور میرسن تا بودن. فردوی تو که پا برو در مغازه، تو منم نسرین ببرمش دکتر. مدرسهش چی میشه؟ فقط زنگ اول، اونم من با مدیرشون صحبت میکنم. ولی من که چیزیم نیست بابا. چیزیم نیست بابا؟ رنگ رو تو آینه دیدی؟ راست میگه بابا جون، حسابی پوست و استخون شدی. برای چی الکی پیله کردید به من؟ من حالم خوبه. من بهش گفتم اما اصلا گوشش بده کار نیست، مدام میگه من چیزیم نیست. خیلی خوب آقای پاکدل، حالا که نسرین نمیاد پیش روانشناس، باید روانشناس رو بیاریم پیشم. یعنی چی؟ مگه ممکنه این کار خانم فانیان؟ بله بله، یکی از دانش آموزام مادرشون روانشناس هستن، ازشون خواهش میکنم که حتما یه وقتی برای نسرین بذار و بیاد باش. بسیار خوب، هر طور که خودتون صلاح میدونید. خواهش میکنم. فعلا خداحافظ شما آقای پاکدل تا خبر دیگه. خداحافظ. خداحافظ. سلام آقای ما. سلام. نشناختی؟ محسنم، برادر مهتاب. آه بله بله بله، داداش مهتاب، خانم همکلاسی نسرین جلو مسجد. برای فاطمه اومده بودیم عرض تسلیه. لطف کردی داداش، لطف کردی، زحمت کشیدی. بفهم تو، بریم تو. قربونت برم. اومدم پاساژ کامپیوتر ببینم. آشناماش رو سراغ نداری؟ چرا ندارم آشنا. برو تو پاساژ دیدی بزن، یه نگاهی بنداز. ببین چیز دندونگیری گیرت اومد. بگو من رفیق نیما پاک دارم. هم انگ. نیما پاکته؟ نیما پاکته. آقا دست شما درد. قربونت برم. برادر ما باید یه معنای زیم بیشتر بریم. آقا ما که هر روز اینجا. چرا که بس می‌بینم دیگه. حتماً قربونت. سلام بابا. سلام بابا جون. پسری کیه دنبالته؟ کدوم پسره؟ همین گل پسره نکی داره میده. وا من چه میدونم؟ از اونجا تا اینجا من دیدم دنبالته، نمیدونی؟ خب بابا حتما رهگذر بوده. خیالم راحت باشه. برو خونه. برو. 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 خدا. مهتا از این طرف. بابا این دفعه از این بر برو. حرف اضافه نباشه. برو. خدا حافظ.
آقای پاکتل، من همین الان قبل از اومدن شما داشتم با دخترتون صحبت میکردم. متاسفانه دختر شما دچار بحران سوگ شده. من منظورتون رو نمیفهمم. حقیقت اینه که هنوز نتونسته با مرگ مادرش کنار بیاد و به همین علت توی یک انکار و خشم به سر میبره و همین اتفاق روی تحصیلش، رو روابطش و به طور کلی رو روند زندگیش تاثیر منفی گذاشته. حقیقتش من خیلی سعی کردم که مرگ مادرش رو فراموش کنه، اما نمیدونم چرا این کارو نمیکنه. اولین قدم کاری بکنیم که این بتونه از این مرحله انکار در بیاد و به پذیرش این سوگ برسه. یعنی اینکه مرگ یک اتفاق طبیعیه مثل تولد و این چیزیه که باید بپذیره. یعنی شما فکر میکنید که مادر اونقدر براش عزیز بود که نخواد حرف پدرش رو گوش کنه؟ نه، ما وقتی یه عزیزی رو از دست میدیم بی اختیار جای خالی اون عزیز به شدت تو زندگیش احساس میشه. دیگه نمیدونم باید چی کار بکنم، حقیقتش نمیدونم. لطفاً کاری بکنید که مرتباً یاد مادرش بیاد و گریه کنه. مثلا عکسای مادرش رو بیارید، تو اون عکسا خاطراتی رو که اون عکسا همراه دارن یادآوری کنید و کمک کنید که گریه کنه. شما فکر میکنید که نسرین با این کار دچار افسردگی نمیشه؟ نه، اینطوری تخلیه میشه در واقع. آخه بدبختی من که همین یکی دوتا نیست که، نسرین از یه طرف، پسرم از یه طرف، هر کدوم مشکل خاص خودشونو دارن. حقیقتش منم موندم، هیچ کاری من دستم بر نمیاد. نمیدونم که حالا الان برم سمت نسرین یا برم سمت پسرم. پسرم از خونه میزنه میره بیرون، نسرین این مشکل رو پیدا میکنه، من دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم. حقیقتش به اینجام رسیده. در هر صورت آقای پاکتل، این یه مشکلیه که باید چند جانبه بهش بپردازیم تا بتونیم حلش کنیم. شاید هم مجبور شیم بهش مقداری دارو بدیم تا بتونه افسردگی پس از سوگش انشالله برطرف بشه و حل بشه. در هر صورت باید با کمک همدیگه انشالله این مشکل رو برطرف کنیم. خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم. انشالله که تونسته باشین از صحبتاشون اون استفاده لازم رو ببرین، ما هم بتونیم دوباره دخترمون رو مثل روزهای اول شاد و سرحال ببینیم. پاشو بیا بابا غذا گرفته. من میل ندارم. خودتو تو اتاق حبس کردی که چی بشه؟ فکر کردی با قصه خوردنت مامان برمیگرده؟ برو بیرون، دست از سرم بردار، برو بیرون. باز کن دخترم، باز کن یک کوچولو جون بابا، جون بابا باز کن. من نمیدونم، خودم میخورم. فردا برای ناهار نسرین رو دعوت کن خونه. از وقتی مادرش مرده نه جایی میره نه حوصله کسی رو داره. خب حرف داره بنده خدا، غم از دست دادن مادر خیلی سخته. از دست دادن یا مردن کدومش سخت تره؟ این سوالیه که شما بهتر میتونی جواب بدی. غذا رو تموم کن. سیر شدم. با این قیافت همچی سیخو بکنم تو چشتا. نمیخوای بگی چته؟
بابا جون من تو ناسلامتی با هم رفیق ما. رفاقت یعنی چی؟ یعنی اینکه دو تا رفیق همه حرفاشون رو با هم میزنن، یعنی غم و شادی هاشون رو با هم تقسیم میکنن. هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطره داری مال من، اون روزای عاشقونه مال تو، اون شبای بیقراری مال من. منم و وحش دیدی غنیدی دیدی غنیدی حالا گاله رو باکن، حالا گاله رو باکن 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 بحبه نسرین خانم ما هم که بیدارن. چطوری تو؟ دقیقا یواش بابا خوابیده. خب بابا زن یک کانال درست حسابی تو بلمچین موزیکی بذاره چیزی بذاره. شنگولی چیه؟ چی کار کنم بابا چی کار کنم؟ علکی علکی خوشحالم یاد مامان نیفتم. باز دوباره اسم مامان اومد تو در رفت. یاره برو بگی بخواب، مثل اینکه حالت خوب نیست. تو هم اگه داروها تو بخوری حالت خوب میشه. فکر میکنی من چجوری تحمل میکنم؟ فکر میکنی من اصلا که از مامان نمیافتم؟ گفتم بابا خوابه. بیا قول سر بخور، بیا آرومت بکنم، خیلی راحت میشه، بیا بخور ببین. ها خول شدی؟ نیما پاشو برو تو اتاقت بخواب. نیما راست راستکی خوابید. باز کن دخترم، باز کن، باز کن، یک کوچولو، یک کوچولو، جون بابا، جون بابا، جون بابا، باز کن. من نمیدونم خودم میخورم. فردا برای نهار نسرین رو دعوت کن خونه. از وقتی مادرش مرده نه جایی میره نه حوصله کسی رو داره. خب حرف داره بنده خدا، غم از دست دادن مادر خیلی سخته. از دست دادن یا مردن کدومش سخت تره؟ این سوالیه که شما بهتر میتونی جواب بدی. غذا رو تموم کن. سیر شدم. با این قیافت همچی سیخو بکنم تو چشتا. نمیخوای بگی چته؟ بابا جون من تو ناسلامتی با هم رفیق ما.
رفاقت یعنی چی؟ یعنی این که دوتا رفیق همه حرفاشون رو با هم میزنن، یعنی غم و شادی هاشون رو با هم تقسیم میکنن. هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطره داری مال من، اون روزای عاشقونه مال تو، اون شبای بیقراری مال من. منم و وحش دیدی غنیدی دیدی غنیدی حالا گاله رو باکن، حالا گاله رو باکن 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 بحبه نسرین خانم ما هم که بیدارن. چطوری تو؟ دقیقا یواش بابا خوابیده. خب بابا زن یک کانال درست حسابی تو بلمچین موزیکی بذاره چیزی بذاره. شنگولی چیه؟ چی کار کنم بابا چی کار کنم، علکی علکی خوشحالم یاد مامان نیفتم. باز دوباره اسم مامان اومد تو در رفتی. آره برو بگی بخواب، مثل اینکه حالت خوب نیست. تو هم اگه داروها تو بخوری حالت خوب میشه. فکر میکنی من چجوری تحمل میکنم؟ فکر میکنی من اصلا که از مامان نمیافتم؟ گفتم بابا خوابه. بیا قول سر بخور، بیا آرومت بکنم، دل راحت بشه، بیا بخور ببین. خول شدی؟ نیما پاشو برو تو اتاقت بخواب. نیما راست راستکی خوابید. چیزی مهمونه من؟ نه امروز نه، سحر قراره بیاد دنبالم. خدافظ مهتاب. ها گرسنه‌ت نیستش؟ نه حسام اومده دنبالم. خدافظ خدافظ. سلام چطوری؟ حوصله باشی سهیلا. ها به خدا اصلا حوصله ندارم، میخوام برم خونه. بابا تو عجب رفیقی هستی ها، تو از که اصلا حالیت نیست. بابا من میخوام برم پیش مادرم. 5 دقیقه بیشتر وقتتو نمیگیره ها، تو زیر سایه این درخت ها میشینی، منم کارمو میکنم، برمیگردیم میریم دیگه. فقط 5 دقیقه. 5 دقیقه. Thank you.
دیدی گفتم بیشتر از 5 دقیقه طول نمیکشه. بریم. کجا بریم؟ دلت میاد جا به این قشنگی رو ول کنی بری؟ میخوام یه رازی رو بهت بگم. خب هر وقت که غم بیمادری میومد سراغم دلم میخواست با یکی حرف بزنم، اما همزبونی نداشتم. سوار مترو میشدم، از سر خط تا ته خط تو جمعیت به زنهای نگاه میکردم که هر کدومشون میتونستن مادرم باشن. قد بهشون خیره میشدم تا از نگاه هم دور و دورتر می شدم. هر وقتم که مسافر سفر سکوت می شدم، فرداش تو مدرسه باید 1000 تا دروغ می گفتم تا دست از سرم بردارم. چرا؟ چون گناهم این بود که مادرمو می خواستم. تو مادرتو میخواستی، منم یه بار اونو گم کردم، خیلی ترسیده بودم، قلبم داشت از جا کنده میشد. آخه سابقه نداشت گمش کنم. با شما تو مامانمو ندیدی؟ نشونی؟ شما مادر منو ندیدی؟ یه صورت های تربون داره، آرومه اما دلش بیقراره، سنگ صبور همه است، تمام وجودش رو درد گرفته اما درد نمیزنه. شما مادر رو ندیدی؟ شما تا بالاخره پیداش کردم، پریدم تو بغلش. بابا میدونی چقدر نحملت داشتم، تو دستم رو بین کردی، نمیگی بلا سرم میاد، اگه تو نگفتی تو زحمت دانشگاه با هم میاد، چرا تنها هم گذاشتی؟ منم تو تنهایی برای مادرم گریه میکنم، همه ی آدم ها اینطوری هم. وقتی عزیزی رو از دست میدم قصه دارم، درد دارم، تنها کاری که آرومشون میکنه گریه کردنه. هی طالبشون پیدا بشه، نونمون تو روغنه. بابا زودتر آبش کنم، من کلی بدهی دارم، هر روزم که میگذره باید بابتش کلی اسکنت بدم. چطره ای که نیستش، پس اول مشتریش پیدا بشه. اما اگه ردشون کنم همینجا رو میکنیم سه دهنه. سی تومن کمه. سلام. تا حالا کجا بودی؟ رفته بودم در خونه یکی از دوستم ازش تست کنکور بگیرم. غروبم در مغازه نیومدی؟ گفتم که رفته بودم در خونه دوستم، دیگه درگیر شدیم و بایستدیم با هم تست کار کردم. راستی نیما، تو از تو گاوصندوق پول برداشتی؟ پول برداشتم؟ چه حرفیه میزنیم؟ من که بخوام پول بردارم بهت میگم بابا جون. آخه کلید گاوصندوق یا پیش منه یا پیش تو.
پولم که اگه بال داشته باشه از توی اون صندوق نمیتونه بیرون بیاد. هیچ رقم. حالا چقدر هست؟ 30 تومن. 30 تومن؟ واسه 30 تومن اینجوری من نگرش اینجا توبیخم میکنی؟ فکرم 200-300 تومنه. بله خب، بله تو که صبح تا شب میخوری و میخوابی پولی نیست، اما من باید صبح تا شب سگ دو بزنم تا بتونم درش بیارم. کاسب باید خوش انصاف باشه بابا جون. خداییش من صبح تا شب تو این خونه میگیرم میخوابم، در مغازم نمیام کمکت دیگه. نه چرا، من گفتم حالا شاید برداشتی و یادت نیست، یکم فکر کن. یه خورده فکر کردم. ها باشه دیگه، باشه بینم. اینه ماله امروزه؟ بله. خب باشه این هم از بعد از اون. نه من برداشتم. مطمئن باش بابا جو، خودت برداشتی. بابا من بهت میگم پولا چی شد اون وقت داری مسخره بازی در میاری؟ مسخره بازی چی در میارم؟ کل زندگی تو آویزون شامخی کردی، بعد واسه 30 تومن پول که خودت گمش کردی پس کردنشو به من میزنی؟ ببر صدا تو. باشه بابا باشه، خیلی خوش گذشت. آخره